مطلبان سلام خدمت هر یکتان عزیزا، امید دارم که شب و روزتان بخیر سپری شوه و بیننده تلویزیون طلوع هم باشه. اینو جمعه شب هست و مثل همیشه برنامه سراچه می باشه در جمعه شب در دنبالی از ویژه برنامه های تلویزیون طلوع. خوشبختانه که امشب در برنامه یکی از صداهایی را داریم که از دل شما میخوانم، یکی از صداهایی که شما خیلی خیلی دوستش دارین، مرید افغانستان، کسی که با وجودی که دور از افغانستان زندگی میکنه هنوزم فعالیت‌های موسیقیش همون رقم پابرجا هست. عالی میسرایه، زیبا میسرایه، از دل شما میسرایه و به شما میسرایه، ولی کم کم در این روزا در پهلوی آهنگ‌های عاشقانه‌اش احساس دوری از وطن قسمی شده که آهنگ‌های وطنی هم براتون بسرایه. میهنی منظورم است. شفیق مرید در استیدی داریم. شفیق عزیز خوش آمدی. سلام خدمت شما و خدمت دوستانم که دیگه تشریف آوردن و خدمت تمام بیننده‌هایی که همین لحظه ما را تماشا میکنن و بیننده‌هایی که خارج از کشور هستن. ما در خدمت. صحت شما چطور است؟ زکام، ریزش، گلندرد. یعنی ریزش و زکام از اون طرف آمده بودین یا اینجا آمده شده؟ فکر کنم از اون طرف بود. یه جور میشم بخیر. انشالله بخیر. چقدر دیر بود آمدین؟ بعد از یک سال. حالا آمدن تان هدف داشت یا امور رقم بدیدن فامیل آمدین و دوستا؟ من باور کنین بعضی اوقات بعضی کامنت ها را در فیسبوک میخوانم وقتی که یک تصویر خود پست میکنم، میگم طرف افغانستان بخیر میرم، طرف کابل، باز میگه که حالا شفیق مرید مفلس شده به طرف پیسه جمع کردن میره. جمع کردن. ولی من مو کسایی را مو علاقمندایی که می فکر دارن ایره باور داشته باشین که من از طریق هنر خود، از طریق آهنگای خود تاوال ما پول به دست آوردم. یعنی مصرف هم خودتان میکنین؟ مصرف همیشه کردیم. بله. در یک آهنگ چقدر مصرف میشه شفیق جان؟ من میشه وقتی که یک آهنگ یک ویدیو میخوام تهیه بکنم، شاید شما در جریان باشین، ما فعالیت هایم یک کمک کم شده نسبت به سابق، او به خاطر ازی است که وقتی ما فکر میکنم که برای یک آهنگم باید ویدیو تهیه بکنم، واسه فکرای ما بسیار بالا می باشه. یعنی وقتی که چرت بزنم میگم ولی خو امکان نداره، هم از لحاظ وقت و هم از لحاظ بودجه، ولی حد اوسطش یک 5 لک 6 لک 7 لک افغانی البته مصرف میشه. خیلی زیاد است. بیشتر گفتین که کمک فعالیت هایم کم شده. این فعالیت کم شدن خب به متحلی ربط نداره؟ نه خیر نه. یکی خب دور از وطن هستم، در امکاناتی که در وطن عزیز ما هست در خارج نیست و در خارج ما بیشتر مصروف هستم به خاطر، ولی بازم کوشش میکنم. زیاد علاقه من نیستم که آهنگ هایم بیشتر باشه. من همیشه کمیت و کیفیت ترجیح دادم. مثال یک آهنگ دو آهنگ سرش زحمت زیاد بکشم خوبتر است نسبت به اینکه 5-6 آهنگ داشته باشم. مثاله به نتیجه باشه دیگه. انشالله که با علاقمندای خود اطمینان میتم که کارهای خوب است، پیش رو بخیر میبینن. شفیق جان در آمریکا شما زندگی میکنین درست؟ بله. غیر از کار موسیقی چون گفتین مصروف هستین، چی کار میکنین اونجا؟ در آمریکا شاید بر شما معلوم باشه که من تنها هستم، در اونجا خانم من است و من 3 اولاد دارم. اول 2 تا بود ولی 3 تا شده. حالا 3 تا شده. بله. و این هم به نظر من بزرگترین مسئولیت است وقتی که اطفال در اوج بزرگ میشن برای پدر و مادر. من در خانه هم هستم و در پهلوی از او یک دفترک در خانه هم دارم که کارهای موسیقی ما هم میکنم و بعضی از خانه ها را ما میخریم، بعضی اوقات او را دوباره تزیین میکنیم بلیا و دوباره به فروش میرسانیم. همین مصرفیت های ما. اینه خلاص دیگه، پیسه دار آدم است شفیق جان. خب ما خودم کوشش میکنم باید پیسه دار باشم. خب پیسه چرا پس انداز میکنی؟ چی میکنم؟ پس انداز یا شاید امیر یک قبچه که پیسه به دست میارین و مصرف آهنگ هایتان میکنین. زندگی خارج بسیار مشکل است، او قدر که در افغانستان است آسان نیست. امی بل هایی که میه، بل برق و بل گاز و امی خود اطفال قدر مصرف دارن، باور بکنین که ما دختره که مکتب میره تنها از امو کودکستان رفتنشان ما $1,200 باید برای یکشان بپردازیم. ما 3 تا داریم دیگه. مشکلات از پولی که به دست میاد پس خرج میشه. همسرتان کار میکنه؟ بله همسر ما کار میکنه در یکی از بانک های معتبر آمریکا. بسیار خوب. هر دو کار میکنیم. بله. خلاص دیگه، اینا زوجی که تصمیم به زندگی خوب بگیرن هر دوشان فعال میشن. بله. با خانواده، با مادر اولادا در کلان کردن اولادا، یعنی مسئولیت تنها پیسه دادن نمی باشه که شما پیسه بپردازین تا ای که اولادتان به یک جای خود برسانه، در کارهای خانه کمک میکنین؟ 100%. شاید
70% یا 60% ما باشم. 70 تا 60% بشد. یعنی به خاطر از این نیست که ما خارج رفتیم اترس. فامیل ما را همی لذت تماشا میکنن. حتی در خانه هم در افغانستان که ما بودم همیشه برادرای ما دیگر هم میگفتم که در کارهای خانه با خانمایتان، با همشیرایتان، با مادرتان یعنی بسیار زیاد باید کمک بکنید. چون اونا هم انسان هستن. یک انسان اونا یکی شما باید اما 50-50% که میگه باید اگر میخواین که زندگی خوش داشته باشین باید یک مسئولیتی داشته باشین که کمک باید بکنین. با افتخار شفیق جان کف بزنین بگه. پول دوست هستیم؟ پول کی دوست نداره؟ نه بعضی ها بازو قد دوست ندارن دیگه. نه اورم تو میگن. پیدا میکنن باز مصرف میکنن. پول هم اگه دوست دارن. کنجوس هستیم؟ کنجوس نیستم خرابات هستم. خرابات هستیم. خب دمی ده روزی که افغانستان آمدین چی خاطری خوب و بدی دارین؟ خاطری خوبم میگم خاطری بدم میگم. براتون خاطر خوبی هست که باور بکنین وقتی که من بعد از 6 ماه افغانستان میام من سال قبلا هم گفتم براتون سال دو بار حتمی میایم ولی همون 6 ماه سرم 6 سال تیر میشه به خاطر اینکه دلم پشت وطن میتپه پشت فامیل مادرم هم زندگی میکنم شورا برادرا این یکی از خوبترین خاطره ما بود که جامعه ما مگر دیدم دوستایم رفیقایم دیدم ولی بدترین خاطره ما این بود که اونمو همه چیزها را یک ذره کمک غمگین ساخت و این بود که یکی از شاعرای ما شاعرای بسیار مشهور ما که من هیچ توقعی از این نداشتم نمیفهمیدم که باید اقدر یک شخصیت کاذب داشته باشن یا برای من یک شعر امرای کمپوزش گفت که من میخوایم که این شعر رو کمپوز خودت بخوانی یعنی خودشان تهیه کرده بود دهی شکی نیست که اونا بهترین شاعر هستن ولی بدترین کمپوزیتور هستن بخاطر اینکه دو رشته مختلف هستن وقتی که آهنگشان ما شنیدم شعرش بسیار خوب بود مهنی بود ولی من برشان گفتم که یک ارتباط خاص ما به این ما به این کمپوز پیدا نکردم اگر این موسیقیش تکمیل شود چون که اونا گفتن 10% موسیقیش تکمیل است گفتم بینیم 90% دیگه شام تکمیل شود چون که خود شما گفتین تمام آلات موسیقی افغانستان دیگه کار میشه باز من میتونم صدای خود ثبت بکنم اونا امی گپ سرشان قدر بد خوردن که مسج کردن برای ما گفتن که بسیار زیاد خجالت میکشم که گپ برای شما میزنم شما من فکر میکردم که یک هنرمند هستین یعنی حال من تو فکر میکنم که شما سازنده هستین این یک چیزی برای من گفتن که من بسیار زیاد جگرخون ساخت سازنده وقتی کس گفتم البته سازنده هم یک کلمه بد نیست خواهی کسی که می سازه یک چیزی را ولی به شکل دیگه گفتونمو فکر کنم بدترین خاطره یعنی از یک شاعر اونمو علاقه که برشان داشتم اونمو محبتی که برشان داشتم اونمو را نمیخواستم که از بین بره که او از بین رفت یعنی می بدترین خاطره است گاه شعر میسرین شما ما 10 سال قبل شعر گفته بودم اولین آهنگ ما بی وفا ولی رتوای و بعد از او باز تدت الخوشاله ولی دمی آخرا یک شعر ما نوشته کردیم که او را کمپوز هم کردیم و موسیقیش هم تایی است و ویدیوش هم تقریبا 80% تکمیل است که ما رول خیاطی را دو بازی کردیم یک خیاط که ما سابق خیاط هم بودم یعنی من خوب میتونستم که او را رول بازی بکنم شعر بد نیست شعر ما برای خانم خود سرودیم بیشک شعر بیوفایی را به کی سروده بودین؟ بیوفایی خو شاعرها سروده بود ما صرف کمپوز کردیم دیگه مثل اینا می کمپوز و اگه بدل تا نمی نشست نمی خواندین بس دیگه بل تنه دیدی هر چا با غم شریک کردم یار دی بل درم یوزا ور پس جاړم او امو احساس شاعرها است که شعر نوشته می کردن و ما علاقه من بودم خوشم می آمد احساس می داد یک رابطه خاص با اشعار یاد داشتیم قسمی کمی شعر براتون گفتم که یار دی بلو می او زور پس جاړم همیشه وقتی که دوستای خودم میبینم که در یک مشکل باشه من هم بر از اونا جگر خون میشم به افتخار شفیق جان از خیاطی صحبت کردیم چون گفتین که در گذشته ها شما خیاط بودین بله میخوایم از گذشته قصه کنیم یکی از خاطرات بسیار بد خیاطی اوی است که ما تقریبا در 24 ساعت 3 ساعت یا 4 ساعت استراحت میکردم بخصوص در ماه رمضان خو سیزن می باشه همگی می خواهند که پیران تمام درست بکنن لباس به خاطر عید ما 3 روز به عید مانده بود که بسیار زیاد کار داشتم و 3 روز به عید مانده بود که یمی دکان ما در گرفت و همه کالای مشتری ها در گرفتن بارزو باز من خیاطی نکردم تاوان دادین؟ تاوان دادم یا. برای همیشان؟ برای همیشان ولی سر از آن من در او وقت
125 لک او خب حساب چیز بود، اجوره یک جوره کالا 80000 بود. ما کار کرده بودم در دکان بود کلش، متبقیش ما تاوان دادم. بله. بعد از امو ترک خیاطی کردین؟ بله. خیاطی زنانه بود مردانه؟ هر دوش. هر دوش؟ بله. به خانم تانگاه لباس دوختین؟ وقت پیدا نمیشه. نه، آدم به خانم خود وقت پیدا میکنه. خب اونم وقت هم که پیدا میشه وام به خانم است. ما به جای شما می بودم لباس نکای همسر خود خودم می دوختم. ولی لباس عروسی خود ما خودم دوخته بودم. خود از خودتان دوخته بودین از همسرتان؟ نه، مشکل بود دیگه، نمیشد. یا ذوقشان دیگر رقم بود؟ ذوقشان هم دیگر رقم بود و پیرانی که اونا می خواستن من نمیتونستم. خب بسیار خوب. عزیزا گفته شنود ما ادامه داره، ولی یک وقفه کوتاه داریم، میریم و زود برمیگردیم. با ما همراه باشه. ادامه برنامه سراچه را بیننده هستین عزیزا و شفیق مرید مهمان ما هست در استیدیو. کسایی که جدیدن پیوستن بسیار خوش آمدین و تا آخرین دم برنامه را دنبال کنین. خبر شدیم که به لهجه هزارگی بسیار خوب شما صحبت میکنین. بسیار زیاد دوست دارم. بلیا نمیگم، زیاد خوب صحبت نمیکنم، ولی دوست دارم تمام لهجه هایی که در افغانستان عظیم هست اگر بتوانم که یاد بگیرم خوب میشه. ولی هزارگی چون بسیار زیاد نزدیک به فارسی ما شما است، دری ما شما، من میتونم صحبت کنم. یاد چیز خوب بگین که بشنویم. از استاد ناصر نادر که آهنگ خندکور برای ما نوشته کرده بود، او آهنگ ما تقریبا یک ماه تمرین کردم تا که اونم تلفظا یک ذره صحیح شد و یک آهنگ دیگه هم از پیشان گرفتیم که ان شاءالله به زودی نشر میشه و خیر میبینن علاقمندای ما. من براتون میگم که شعرش با چی رقم است. میگه بشید پالویم کمک درد دلم کم کو، خاطر مرا جم کو، یک چای سوز عاشقی قد خنده ادم کو، الفت خو ما کم کو، از گپ گپ تروشو موشه دندون تو نربنده، همدون تو نربنده، رفتون تو نربنده. این شعرش بود. بسیار خوب. گفتین زیاد تمرین کردین که یاد گرفتین؟ در البته در آهنگ خندکو زیاد تمرین کردم، ولی حالا برم عادی شده. یاد گرفتیم. یاد گرفتم. خلاص. شما استاد انگلیسی هم در گذشته ها بودین شفیق جان. از سنف، از درس، دوران خیلی سختم بود که به زبان انگلیسی کسای آشنایی پیدا کنن. اینا چی خاطره دارین؟ خاطره همی است که یکی خود در کورس ما بسیار تا جدی بودم. نکنه که همونجا یاد گرفته باشین انگلیسی را سر شاگرده؟ نه، انگلیسی را یاد نگرفتم، ولی زمزمه از اونجا شروع کرده بودم. وقتی که شاگردا میرفتن یا یعنی رخصت میشدن، چون که کورس از خود ما بود، کورس انگلیسی از خود ما بود، یکی از شریکاشان بودم. باز ما در دالیز یک صنف بود، صنف آخرین صنفی که بود، یکم که دالیز دور به دراز بود، بازم این خود صدا هم در اوجا انعکاس میکرد. باز ما اموجایی که من درس میدادم و پیش روی تخته، باز ما چون که اول شاگردا شاید اول بفهمن، باز ما یک چوکی را در اوجا میموندم، سر چوکی بالا میشدم، باز دوستای خدا قسمی در آن نفس که بمیرم و اخصاب نشده بود. بازیرم از آن دارم میکردم، باز اون صدای نکاس میکردم کورس. باز خوشایند میبود صدایی که به گوش خودتان میرسید دیگه. خود به خود صدایش خوشایند است، ولی او به همه گی خوشایند نمیباشه. برای ما هم زیاد خوشایند میبودم اون وقت. شفیق جان، با شنیدن کدام آهنگ شما احساس کردین که شما هم خوب میخوانین که خواندین؟ باز ما در دوران خیاطی همیشه آهنگای غزل میشنیدم، چون که ما خودم اون وقت توله هم میناخت، توله هم پیش من میبود، گاه خسته میشدم سر میز میشیشتم و طوله یکان نغمه که می نواختم. ولی یک تایپ داشتیم، در اون تایپ ما همیشه آهنگای استاد میدی حسن و استاد غلام علی و زیادتر ما آهنگای هندی گوش میکردم. و وقتی که زیاد گوش بکنی آهنگای غزل و آهنگای بسیار مشکله، بازم خود به خود اونمو سرها و اونمو مرکیگک ها یا در گلون آدم، در ذهن آدم ثبت میشه دیگه. از ما هم از امو وقت شروع شده بود. یعنی آهنگ اولین باری که آهنگ را باز خواندین و خوشتان آمد در آن نفس که ببینم بود؟ امو آهنگ بود. بله. اولین آهنگی که از خودتان کامپوز دادین؟ بیوفا ولی راتا ولی راتا رانه لاری هر لار در آن ورکا و بارزو ولی رانه لاری و تده تل خوشاله و زمان مینه نده حقا. یک از رادیو شما زیاد نشر میشد. بله بله. امی آهنگ بیوفا ولی راتا وای را اولین بار به ما رسیده بود که نشر کرده بودیم. قصه که میکنن چون وقت من نبودم. مایتو بود که ما خود آهنگ آوردم، برف میبارید، برف میبارید، بسیار یک موسم بسیار خوب بود. در پشت دروازه تلو ایستاده بودم، کسی نبود که آهنگ برشان بتم.
باز امی یک همکار شما بود، خدای یار جانشان هر جا که باشه، سلام احترامات عبدالحی عابر. بازی دروازه طلوع واس شد و برفان بود، باز من امو آهنگ در سیری آورده بودم، گفتم اینی من یک کس هستم که میخوانم، امی آهنگ خوشتان آمد، نشر کنین، اگر آمدهش نشر نکنین. باز من آهنگ دادم رفتم. هیچ نمیفهمیدین که آهنگتان شفیق مرید، شفیق مرید دلها میسازم. مردم فکر میکردن که من از پشاور هستم، پاکستانی هستم. خب. ولی بعد از او باز بعضی آهنگای دیگه در آن نفس بود و هر الار بیا راحت جانم بود و شب و روز از فراقی رو تشویق شدین دیگه به موسیقی. تشویق شدم از اون تشویق علاقمندا باعث ازی شد که من بشم بخونم دیگه بخونم. بله. چرا مرید تخلص میکنه؟ مرید من عادت دارم که مرید خو معنایش یعنی از همگی کرده کوچکتر و خادم و خدمتگار، یعنی هر علاقمند من فکر میکنم که پیرم است و مریدش است. من فکر نمی کنم که من از اونها کرده بالاتر باشم یا از اونها کرده بزرگتر باشم. به او خاطر من یک تخلص را خاص انتخاب کردم که باید مردم ها ای را بدانن که من از اونها کرده کوچکتر هستم و خادمشان هستم. شفیق جان، بیشتر علاقمندایتان همیشه ای را میگن که شفیق مرید چرا افغانستان را ترک کرد با وجود از اینکه این همه علاقمند در خود کشور داره؟ اوتر نیست. من قبلا هم گفتم که سال دوبار 100% من هستم در افغانستان، بعضی اوقات سال سه بار، ولی در برنامه ها کمتر ظاهر میشم. من از سال 2008 امریکا رفته بودم. از سال 2008 تا سال 2015 من زیادتر وقت من در افغانستان می بود، فقط برعکس بود که من امریکا میرفتم سر بر دو هفته و سه هفته که اگم دخولی بخوره. ولی از سال 2015 که من عروسی کردم مسئولیت های من بیشتر شد، چون خانم من در اوجه است، وظیفهش در اوجه است، باز اولاد دار شدم، باز آینده اولاد است. ولی باور بکنین که دل من، قلب من همیشه میتپه پشت افغانستان و همیشه همراه مردم خود هستم و تا امکان دارم و رضیا آهنگ تهیه میکنم. بسیار خوب، ای هم جواب بر علاقمندای جان. آدم هر جایی باشه، دلش با وطن باشه، قلبش با وطن باشه و احساسش، تا که زنده هستم برشان در خدمتشان هستم، میخوانم برشان. زنده باد. با خانم نغمه یا با آقای منگل کدام آهنگ دوگانه دارین؟ با خانم نغمه ما خونه شنیدیم تا حالا. با خانم نغمه خو ندارم، ولی با آقای منگل همیشه وقتی که در خانه می باشیم باز او هارمونیا رو میگیرم، یک اگان زمزمه، باز ما هم در پالیش میشینم. از همین خاطر پیدا کردیم یک چیز. ما باز اگان زمزمه ما اردوی ما یک جای میکنیم. خوب است. بیننده عزیز، ما و شفیق جان هم میبینیم، شما میبینین و حاضرین هم میبینن، یک آهنگی را که در خانه یک جای زمزمه کردین. اینال بازی کسی که فیلم برداریش کرده. یه آهنگ برای شما استاد منگل داده چی رقم مخبر. این دیگه نپرسین از ما، باز ما منابع ما را افشا نمیکنیم. با هم میبینیم. بس میا وسکای ایمان و وجدان خوفت را، بس میا وسکای ایمان و وجدان خوفت را، کم زیت رسیگی تدی تار پخت نمرگم نور بهیر تا گورا بی دلار رکنا دلار پخت
به به بسیار مقبول بسیار مقبول. و آقای منگل هم یکی از غنیمت‌های هنر ما و شما هستند. خداوند همیشه صدایشان رسا داشته باشم. چقدر مقبول سرودن. کمپوز از خودشان بود؟ از خودشان. یک چیز من متوجه شدم در پلوی شما یک جای یک ماندگی است. گودگک خواص سرم است. من یک دختر داشتم آلیا جان و یک پسر داشتم زاهد جان. این پسرم است نو تولد شده سه ماه است. نامشان سلیمان است. سلیمان جان چطوری چه ای آهنگ شما خواندین با این ریتم بالا و پایین ای طرف و طرف رفیق چه بیدار نشد؟ یک دفعه ترسید یک دفعه صدای سلیمان کرد اون خاطر مرا خنده کردم باز خوب است یک دفعه ما که میشینیم باز او لذت میبرد که خواه میباشه چی عالی بسیار خوب عزیزا یک وقفه کوتاه داریم و باز هم برمیگردیم با ما همراه باشین در ادامه برنامه برنامه سراچه هست ممنون از همراهیتان عزیزا و تا آخرین دم ما را همراه باشین در برنامه ای چوکی که اینجا مانده شده یک رقم به شما عجیب معلوم نشد چرا است؟ بسیار زیاد همین سوال پیش ما بس. یک دفعه خانمتان از امریکا را خواسته باشیم ببینیم کی است گفتیم در تصویر ظاهر نمیشن از او خاطر ما یک راه و چاره کردیم دیگه ببینیم این راست باشه که چی گپ است ولی چرا کمتر در رسانه ظاهر میشن شفیق جان کمتر ولی خوبتر نه برنامه خوبی شما زیبای شما می خواهیم که همیشه با کارهای جدید با گپهای نو ظاهر شما بخاطر از کارهای نو بگوین کارهای نو خو بار دیگه که ما آمده بودم در برنامه قاب گفتگو یک آهنگ بود تصویر نشر شد این بار هم دست خالی نامدیم برای علاقمندان یک آهنگ تهیه کردیم البته یک آهنگ چی بگویم رومانتیک میگن در انگلیسی چی میگن عاشقانه عاشقانه است ویدیوش هم تکمیل است ان شاء الله تیزرش یعنی کمک کوتاهش میبینیم بخیر باز مکمل آهنگ هم نشر میشه بعضی آهنگای دیگه هم هست یک آهنگ مهنی است از کاروان صاحب او هم روی دست است یک آهنگی که قبلا بر شما گفتم شعرش خودم تهیه کردیم او هم شوتینگش تکمیل شده 80% تکمیل است و یک آهنگ از دوست بسیار نازنینم نیم جان عطارد شعرش نوشته کرده تنها را غلم ستا کوسه تا اونم آهنگ هر لار در انا ورک او ولی رانا لار یم آهنگ را که برام جور کرده بود خواه. از اون هستن بخیر نشر میشه از اون کسی که کمپوز آهنگ های ماندگار تا نساخته بله برای شفیق مرید وطن یعنی چی وطن یعنی مادر وطن ناموس ده زمان خاوره خاکش عزت ماست غرور ماست عشق ماست به افتخار وطن چند تصویر از شما آماده است شفیق جان که با هم میبینیم از مراحل مختلف گرفته شده و ای که درباره هر تصویر شما چی خاطره دارین تصاویر دیده صحبت میکنیم اگر بود خاطره میگم براتون اگر نبود هم تو میبینیم سرسری میگذاریم درباره اولادا خو حتما میگین دیگه باز اولادا خو درباره بدون شک دیگه هیچ امکان نداره گفته نشه چرا نه این طفلک نو است شفیق جان این طفلک نو است سه ماه ها نامشان سلیمان است شما که سبز داره طرف شما سهل داره از سه اولاد چشمشان سبز است چون مادر پدرشان هم چشم سبز هستند بله ای عکس زاهد است زاهد قریشی زاهد قریشی ما تخلص اصلیم قریشی است خب ولی مرید صرف انتخاب کردیم قبلا دوبارهش صحبت کردیم این دخترک نازتان آلیا جان پشتو بلد است جالبی است که من زیاد کوشش کردم که امروز پشتو صحبت میکنم یه گپ بسیار شاید برای شما جالب باشه که خانم من پشتو صحبت کردن نمیتونه درست یعنی زیاد کوشش میکنم که باید 100% یاد بگیرم امروی من فارسی صحبت میکنن و امروی از اینا من هم کوشش کردیم که پشتو صحبت کنم زیاد به خاطر اینکه وقتی که پشتو یاد بگیره واسه فارسی خود به خود یاد میگیره چون پشتو یک ذره مشکل است ولی جالب ایزی است که انگلیسی را امروی پشتو میکس کردم مثلا برام یه گندفه میگه که ابا وير از مای پرتوگ نه نه تو مارم کجاست دیگه جالب است که میکس شده ولی جور میشه چون سنشان خورده است از این میاله که کوشش است شما سرشان بله. یاد میگیرن سالگریش بود سالگریش بود ولی جان 4 ساله شد 4 ساله شد بله اینا والا ورزشکارم هستین خوب سعی در انگلیسی یک چیز میگه sport is the best part of my day یعنی یکی از خوبترین بخشای روزمره ما
همی سپورت است. کارهای روزمره تان. بله. و با مبارز چی ربط داشت؟ مبارز خب بسیار دوست خوبی ماست. و در جایی که ورزش من میکردم کابل که آمدیم او هم در اونجا بود، گفتم بیا که یک جای سپورت کنیم. مقصد یکان دفعه حسابش خراب میشه کدام بوکس نخورین خلاص دیگه. نه او نخوره. جنگ کردین شفیق جان کدام وقت؟ نه خیر. هیچ وقته؟ جنگ خوش ندارم نه خیر. هیچ وقت در زندگیتان جنگ نکرده؟ در زندگی هیچ وقت جنگ نکرده. شاید اولین میمانم هستیم که شما این گپ میزنید. جنگ چی قسمی تو سعی نه یعنی امی جنگ از دیگه. نه دعوا و یا خزیات کردیم. منتها تو مشتلقات که باشه موی کنک بیا نکردیم. موی کنک از ما خانم هاست دیگه. خوبی هم عکس شما با آلیا جان. آخرین عکس ما. خداوند فامیلتان خوشبخت داشته باشه همیشه همین رقم خوش باشین و خوشحال در کنار هم با همگی هموطنان ما با همه اطفال نازنین کشور ما یک جای انشاءالله در نام گذاشتن بالای اولادایتان بیشتر مادرشان سهیم بود یا شما یا دیگرا والا قسمی که قبلا گفتم خانم ما که هست زیاد اسلامی فکر میکنن و یک باز برادر خانم مکه هستن و همون یک رقم اسلامیک سکالر یعنی مطالعاتش در مسائل اسلامی هست و اونا یک شیخ دارن در جردن ما هم ما مشوره کردیم همیشه نامهای را انتخاب کردن یعنی به مشوره یک نفر نیست چندین نفر یک جا شدیم اسم انتخاب کردیم بله بخاطر ازی که می خود اسمم بسیار زیاد به نظر ما برای یک انسان شخصیت میده که باید اسم خوب داشته باشه دیگه سلیمان به خاطر ازی انتخاب کردیم که حضرت سلیمان علیه السلام یکی از سرمایه‌دارترین پیامبر ما شما بوده و دیگه معنای خود سلیمان یعنی کسی که طرفدار صلح می باشه من آف پیس میگن به او خاطر انتخاب کردیم زاهد هم یک کسی است که پرهیزگار است خوب است که آدم پرهیزگار باشه و عالیه هم معنای خوبی داره بسیار خوب بسیار خوب از همسرتان زیاد صحبت کردیم به عنوان آخرین سوال که سرشان بد نخور حالا من اجازه نداده بودم چرا گپ زدین یک عادت خوبش یک عادت بدش بگوید عادت خوبشان ای است که یک خانم سخی هستن سخاوتمند غریبان همیشه کمک میکنن یعنی هر قدر پولی که اینا پیدا میکنن شاید 30% اینا کمک بکنن با غریبا عادت بدشان هم ای است که مرا زیاد دوست دارن یعنی دوست داشتن بد است؟ قدر زیاد خوب نیست ولی جالب است برتان بد رقم در حد جنون شما را دوست دارن دیگه خب شفیق جان در جریان ای که چند سال میشه در کل آواز میخوانی خوده؟ سال 2008 شروع شده دیگه از 2007 به این طرف تقریبا 12 سال در این 12 سال طبیعتا کسایی هستند که خودت را تعقیب کردن آهنگ های تا هنر تا شخصیت تا و در کل وقتی آدم علاقمند یک کس می باشه به تمام معنا می خواهی بشناسش چه قسم آدم است امشب هم بیشتر شناختنتان بسیار گپای دیگر هم زدیم یک پدر مهربان هم است این دپلوش امشب ما با یکی از علاقمندهایتان تماس گرفتیم که 12 سال از شما را تعقیب کردن آهنگ های تانم خودتانه تصاویری از شما دارن و شاید هم بشناسینشان بسبرانم تو درستم حد جنون که گفتم دومین نفر بعد از همسرتان شاید اینا باشد دوستتان داشته باشد بسبرانم منتظر هستم که اونا رو ببینم پس به افتخارشان ما و شما و حاضرین کف میزنیم تا ای که وارد استودیو شوند سلام علیکم خوش آمدین خوب هستین سر شما خوب هست شیال دارین بفرمایید سلام چی حال دارین سلیمان جان خوب هستین خسته نباشه صحتتون خوب بخیر تشکر سلام خدمت شما حسنا جان زنده خدمت مرید افغانستان کسی که سالهای سال عاشقش بودیم ما انگوش میشینید دوستش داشتیم حاضرین در تالار بیننده های خوب عزیز تلویزیون طلوع ما در خدمت هستیم چی احساس داری در پهلوی کسی نشستی که خیلی دوستش داری همیشه احساس خوبی بوده برای من به خاطر اینکه از خورترکی ما رو دوست داشتیم شفیق عزیزه دیگه تقریبا 12 سال شد که ما کارهای شفیق مولی شما چند ساله بودین که خواندنش را میشنیدین؟ دیگه تو فکر کن که 2008 2007 2008 فعلا 2019 هستیم مدت 12-13 سال شد دیگه 12 سال 13 سال بله اما تو زود زود 8 آهنگشان هم بگی بی وقفه
زندگی می بلتان یک زمامین نده دو زیوار سه بیارت جانم چار سخیل نازنینا ربابم را بیاور دبلال خوک آزانا ولی ده افغانستان به به بشک کدام چه زمزمه کنم میتونی؟ در قضای مورید افغانستان بله باز داوری میکنن وطن گل خانه دیرینه ما سرود جاودان سینه ما منو تو خوب اگر باشیم شاد است وطن داران وطن آینه ما رفیق رود باران می شود خاک کتاب سبز باران می شود خاک اگر ما در کنار هم بمانیم پر از شعر بهاران می شود خاک می شود خاک وطن دوست هستی خود تمام هر امر خدمتی که باشه این امیجا سر ما صدا کو بگین تو همگی ببینم دیگه میگه در روسی آواز بخوان میخوانی؟ میخوانم برش من اصلا در روسی ها نمیخوانم باور بکنین برای ما گفته شده یعنی بله. این نیست که من خودخواهی برتان بکنم و ایام اینا نمیگم که مثلا کسایی که دارسی میخوانن یعنی کار خوبی نیست و هم کار بسیار مشکل است هر کس کرده نمیتونه من خودم دوست دارم که بخوانن یا در دارسی که موسیقی نباشه خو دارسی یک ماتم میباشه ولی من خودم نمیتونم که بخوانم برای من گفته شده که فقط سر استیج ساز شو یک تبریکی یا اگه آواز بخوان ما برتین قدر دلار میدیم ما نرفتیم ولی به تو آدما به تو کسا هیچ که نگوی خودم سر استیج میرم هم تبریکی میتم یک تانه دو تانه سه تانه آهنگ بخوام چی وقت تصمیم عروسی میگیری دمی یک هفته جمع میشه نمیشه پس قرار است خداوند ما مورد افغانستان زنده داشته باشه امرا هم یک دو فعلا تشریف دارن دیگه بازم خیر باشه شفیق جان خوب کوچک نوازی کردن که زیر تاثیر رفت شفیق جان از شما یک جهان تشکر ممنون, شما. ممنون از شما هم به افتخار شان لطفا تشکر و بینندگان عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم ما و زود برمیگردیم شما هم همراهی ایمان بکنید تشکر برنامه سراچه هستین و جمعه شب ها از طریق تلویزیون طلو برنامه نشر میشه و مهمان می داشته باشیم که امشب هم شما تا این دم دنبال کردین شفیق جان از در استودیو با ما شفیق جان درباره آهنگ بی کسی بگوین آهنگی که با هر بار شنیدنش حس وطن دوستی حس همپذیری و همدلی بر هر انسانی زنده میشه من یک صفحه فیسبوک دارم شاید شما دیده باشین چندین تاشم جعلی بله وقتی که من یک چیزی را پست میکنم یک چیزی نوشته میکنم بیشتر اوقات هم یا آهنگای ما که اشعارش هست یا را من دوباره مثلا نوشته میکنم چه لمان لیز رو نظره بی یا ای تمام هستو بودم و خاطراتی که داشتیم ما از اون آهنگا باز بیشترینی از علاقمندا اینه نوشته میکنن که همیشه پشتون نوشته میکنی و وازگان لفظ نوشته میکنن که همیشه فارسی نوشته میکنین و اگر انگلیسی نوشته میکنم باز میگن که لسانای خود از یاد بردی انگلیسی نوشته میکنی بعض اوقات من برشان میگم که کاش که من مثلا گنگا می بودم که با اشاره صحبت میکردم باز هم میگفتین که دیوانه هستن ولی انمی باعث ازی شد که خب تعصب به اوجش رسیده تبعیض و تعصب من می شیره در فیسبوک یکی از دوستای ما که شاعرش عتیق الله عتیق است ما برشان ای شعر دیدم و برشان مسج کردم گفتم که اگر امکانش باشه چون بسیار زیاد خوشم آمد می شعرش و میخواستم که این می موضوع را من همگانی بسازم و از طریق صفحه خود و از طریق علاقمندای خود و تلویزیون ها به همگی برسه باز از اونا اجازه گرفتم و یا آهنگ تهیه کردم پشتو تو گفتم آندی و من فارسی فارسی نه من بجای رسیده اما نه تو میرسی یک خواهش من می است که انگیزه دوستی، محبت، برادری، اتفاق، اتحاد که در وجود هم ما شما شاید فعلا استراحت باشه میره یک تکان بتین که بیدار شوه با تعصب نبگوین دیگر پذیر باشین هم دیگر بله. دوست داشته باشین بله. اینجاست که وطن به یک جای باز میرسن بله. دا وطن جوریگی انشالله جور بشیم بله به افتخار وطن کف نمیزنه شما هیچ وقت کنسرت داشته؟ کنسرت داشتیم بله در خود افغانستان هم داشتیم در ولایت مختلف و در خارج از کشور هم کنسرت داشتیم ولی به اون شکلی که باید زیاد کنسرت می داشتم نداشتیم آخرین کنسرت ما در شهر زیبای ملبورن
استرالیا بود و سیدنی. خب آخرین کنسرت داشتم چند سال پیش؟ دو کنسرت. یک سال هم نمیشه. خسارتان دوست دارین یا خوشویتان؟ با کدامشان رابطه بسیار خوب دارین؟ رابطه ما، رابطه خود ما با هر دویشان بسیار خوب است. هر دویشان دوست دارم. خسر ما جای خود داره و خوشوی ما به خاطر ازی دوست دارم، به خاطر ازی که خوشوی ما در پهلوی ازی که یک هنرمند خوب است، همیشه فعال است، زیاد فعال است، یک مادر کلان بسیار خوب برای نواسای خود است. شاید طفلای ما از ما کرده مادر کلان خود زیادتر دوست داشته باشد. ویژگی های خود داره هر کدامشان، هر دوشان دوست دارم. آقای منگل پیامی داره به شما، با هم یک میبینیم که چی گفتن. و شفیق مورید با اکلا دونا تاستا وایم چه بده زوانانو که سوکی زور نلدی او بده سبتاورو که دیر خاصاس سلای دا و بده تخنیکی شایانو که بده دیر پوی انسان دا منسرم کلا کلا کمک کرده ده سب با حالت که او ده خدای پاک نورتا موافقیت والا ما او د خدای پاک نه په دې رشته کې ورته نور مهمت غواړم. آقای منگل خیلی جدی معلوم میشن، خواستگاری کردن از آقای منگل براتون سخت نبود؟ منگل استاد دخترشان خواستگاری کردید؟ منگل استاد خو کوشک نوازی کردن و چیزی که گفتن که زور ازیر در جوانان کس نداره، یه گپشان ما خب هر کس یک فکر خود داره، ولی ما کوچکترین کلشان هستم. کسی هستم که در موسیقی و قدرجات بلد نیستم. از اونا تشکری میکنم از دلوجان. شما گفتین که خواستگاری از استاد منگل؟ و من برای دخترشان جون آمدم دیگه. خواستگاری نبود. تصمیم خودتان گرفتین دیگه. خب خوشبخت باشین شفیق جان. بسیار خوشحال شدیم که شما را در برنامه داشتیم. درباره آهنگ جدیدتان باید بفهمیم. چی وقت بعد دسترس ما قرار میگیره؟ آهنگ جدید یک دقیقه یا یک 45 ثانیه سیل میکنیم ولی بخیر میبینیم. غیر کوچکی مسافر غنده والا مات می ده غرور یا وسوالگر غنده والا اڑیما سمر سخت مزل و پس سخت یو می پیدا کرلی اوس دی دروازه کی مارا ور غنده والا اڑیما منتظرش می باشیم بخیر که بعد از دست ما قرار بگیره. کاروان صاحب میگه تور توتان لطاس قربان. کار ناشیز ما خدمت همتون. سلامت. و یک آهنگ دیگه هم در آخر برنامه قرار است که تازه به ما و بینندای ما بسراین. خوبه؟ یه آهنگ که شما دیدین 45 دقیقه، یک آهنگ پشتو است که قبلا در باید صحبت کردین و به علاقه مندای ما که آهنگ های دری و فارسی را هم علاقه مندش هستن، بر از اونها هم یک تحفه دارم انشاءالله که میبینن مشنون برشان میخوانم. عالی است. یک وقفه میگیریم، بعد از اون منتظر باشین که شفیق جان یه آهنگ خود که میخونه چی رقم یک آهنگ است. ولی عزیزای دل، شما میتونین مثل همیشه نظر انتقاد پیشنهادتان در برنامه با ما شریک بسازین. وقتی در یوتیوب نشر میشه زیرنویس کنین ما میخوانیم. تشکر. بخش موسیقی برنامه هست و قسمی که پیشتر براتون گفتم قرار است یک آهنگ نو تازه براتون شفیق جان بسرایه و ای آهنگ دبارش اینال براتون میگه. مطلعش چی هست؟ شعرش از کی هست؟ خدا حافظ. ای آهنگ تنها مطلعش دیگه خداحافظی است، اما ما باید بگویم که از برنامه خداحافظی میکنم برای این هفته. هفته بعدی هم با یک مهمان با شما هستم. شما لذت ببرین از آهنگ شفیق جان. شهرت می روان دل تنگ
ویرانم خدا حافظ زهر چی با تو ربتم می دهد زین پس گرزانم خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا سانم خدا سے باور نمی تانم نمی کردم تصور راه ما از هم جدا گردد خدا حافظ خدا حافظ گذشتم از تو از عشقت پشیمانم خدا حافظ